برنامه تحلیلی فکری شما باز دیدار و بدیدار هستند و این نوبت مورد فعالیت سازمان طلبگی در مؤسسه تعلیمی صحبت می نماییم. سلام. مهمانان امروزه برنامه تحلیلی فکری شما فتونه سعیدزاده، رئیس دسته سازمان طلبگی گیمنازیای رقم دویم شهر دوشنبه، جمعخان سمیف، کاتب شورای سازمان طلبگی جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی، همزمان ابراهیم ابراهیموف، معاون رئیس شورای سازمان طلبگی شهر دوشنبه، محبوبه عبدالرحمن و رئیس سازمان طلبگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 ناحیه اسماعیل سامانی و نهایت قربان گولوف، رئیس شورای سازمان طلبگی ناحیه اسماعیل سامانی. خوش آمدید به برنامه. مهمانان گرامی، نخست مورد نقش سازمان طلبگی در مؤسسه تعلیمی صحبت می نماییم. مرحمت اندیشه شما. مقصد اساسی سازمان طلبگی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تعلیمی این تربیت نمودن نسل نوراس در رویه خشتن شناسی و تندوستی، آموزش و احترام تاریخ فرهنگ ملی و بشری، ارزگذاری به ارزش های استقلالیت دولتی و به این وسیله تربیت نمودن نسل نوراس و تشکل شخصیت، پرورش انسانی کامل و در رویه وطن‌دوستی تربیت نمودن نسل ملت تاجیک می باشد. تشکیل کردن دسته های سازمان طلبگان در مؤسسه تعلیمی پایتخت در ضمیر نسل نوراس و خوانندگان مؤسسه تعلیمی پرورش کردن همین نازکی ها می باشد و باید قید کنیم که اعضای سازمان طلبگان در مؤسسه تعلیمی پیش از همه خوانندگان فعال هستند که اشتراکچی تمام چوربینی های مؤسسه و ناحیه و شهر به حساب رفته و در همه سمت های حیات جامعه شهروندی پیشصف هستند. تشکر زیاد. مرحمت اندیشه شما. سازمان طلبگان همچون تشکیلات جمعیتی و خودیدارکنی در مؤسسه می باشد و نقش سازمان طلبگی در تربیت و تشکل و انکشاف یافتن خواننده در مؤسسه خیلی سهم خود را می گذاراند، زیرا در تمام چوربینی هایی که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شده می گذارد سهم سازمان طلبگان ارزنده است. تشکر. چون که ما می دانیم امروز سازمان طلبگی سه زینه دارد: اختران، بوریسون سامانیان و سامانیان. می خواستیم این زینه ها را شهر دید و سمت هایی که امروز فعالیت می کند. مرحمت. در نظام نامه چون آمده است که در زینه اختران که 5 سمت عمل می کند و در زینه در دیگر زینه ها 7 سمتی است. بیش از همه در زینه اولی که مثلا در زینه اختران در سمت تاجیکستان کشوری عزیزی من، کودکان رسما به این زینه اعضا می شوند. با نشانه های سر سینگی خود بیشتر اعضای زینه وارثان سامانیان اینا را در روحیه وطن دوستی، حفظ خیشتن شناسی که آنها را جلب می کند، اینا را آماده می سازند. در زینه اختران از صنف 2 تا صنف 4 است. برای چه صنفی اینا؟ اصلا ما در زینه اختران گفتیم از صنف 1 که کودک خیلی خرد است، از صنف 1 اینا داخل می شوند. اما اینا به طور بازی، یعنی شوق‌آور بازی و شوق‌آور می گذرونند. اینا کودکان از سن 8 تا 18 ساله می توانند در عموم اعضای سازمان طلبگی باشند. 5 سمتی که مثلا امروز در زینه اختران است مطابقت می کند با سن و سال خوانندگان؟ بله، من باز داریم بعد از در سمت دویمش در عالم زیبایی دانش طلب و بزرگی آموز، ما چوست و چولک و ترس و نترس توانایم. اینو هر یک سمت ها برای خود رویه های خود رو دارن و راهبری دسته ها رو دارن. در سمت های اختران که باشن اینو هر یک کودکان رو در همی هر یک موضوعی که آموز، مثلا دانش طلب و بزرگی آموز، گذاراندن چوربینی ها، مثلا بازی های شوق‌آور از شاعران و شاعران کلاسیک، شعرهایی که مثلا در وصف وطن بسیارتر وصف شدن، اینا هم چوربینی رو میگذارونن. سلامت باشید. امروز زینه اختران میگذاریم به زینه وارثان سامانیان. مرحمت بندشه شما. سمت های سازمان امروز چگونه است و تا کدام اندازه عملی کرده می شود در مؤسسه تعلیمی؟ خوب، در دو زینه، یعنی که در زینه وارثان سامانیان و در زینه سامانیان که گفتیم از روی 7 سمتی فعالیت میکنند، بیشتر خوانندگان در زینه وارثان سامانیان وظیفه اساسی خوانندگان این اداره کردن و گذرانیدن هر گونه بازی های شوق‌آور با زینه ابتدایی سازمانیان، یعنی که با زینه اختران می باشد. و باید همین را قید کنیم که امروز موافق آمارهایی که در دست ما هست در
بیشتر اعضای سازمان طلبگان این اعضای زینه وارثان سامانیان میباشند در پایتخت و اعضایان وارثان سازمان طلبگان در نزد خود اینچنین دسته های اختیاری پاترولان سبز را تاسیس میدهند و ناظران نورس حرکت در راه نیز در نزد همین زینه یعنی در نزد زینه وارثان سامانیان تاسیس داده می شود که این ها می توانند که در تشکیل و برگزار نمودن چهارمین های فرهنگی اکسیا ها یکی با اشتراک بواسطه دسته های اختیاری پاترولان سبز و ناظران نورس حرکت در راه بخشیده بیشتر به روزی بین المللی حفظ کودکان گذرانیده می شود اشتراکچی فعالی همین چهارمین ها هستند. مثلا آن خواننده که اعضای زینه اختران نیست می تواند که بعد از صنف 5 یا که رفتن به صنف 5 اعضا شود و زینه وارثان سامانیان. البته می تواند نظامنامه سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی و آیین‌نامه اون این چیز را محدود نکرده است، یعنی که هر یک خواننده مؤسسه تعلیمی چی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی چی لیسه و چی گیمنازیا نو وابسته از شکل تشکیلی و حقوقی نمودی فعالیت مؤسسه تعلیمی حقوق دارد که در دوره تحصیل خود یعنی که از صنف 1 تا صنف 11 که در مؤسسه تعلیمی تحصیل به تحصیل فرا گرفته میشوند حقوق کاملا حقوق دارند که اعضای سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان شوند. سلامت باشید، تشکر زیاد. شما همچون خواننده که امروز در مؤسسه تعلیمی در برابر تعلیم مثلا رئیس سازمان طلبگی هستید، نقش شما از چی بورد است؟ من بسا خوشبختم که امسال در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 70 رئیس سازمان طلبگی انتخاب کردیدم. در مؤسسه ما برای سازمان طلبگی کابینت علاهیده جدا کرده شده است که در آن شایپور، نغاره، پرچم، نشان و دیگر تجهیزات های ضروری جایگزین شدند. در هر دو ما شروع سازمان میگذرانیم و رئیسانی سازمان طلبگی صنف ها با شروع اعضا می باشند. من در اساسا در بجان نشینی کارهای تربیوی یاری می رسانم. در گیمنازیه رقم دو برای خوانندگانی بلایقت شهری دوشنبه سازمان طلبگی برای من داشته است. این چنین کار فعالیت می نماید. وارثان سامانیان دارای 7 زینه می باشد و ما همراه خوانندگان سمت تاجیکستان کشور عزیزی من به موقع تاریخی تاجیکستان عزیزمون یعنی ناحیه هیسور سفر کردیم. خوانندگان از آن موضع تاریخی بخبر شده حسی وطن پرستی خشتن شناسیشان زیاد گردید. سلامت باشید، تشکر زیاد. کمی پیشتر موردی زینه های اختران و وارثان سامانیان صحبت کردیم، میگذاریم به زینه سامانیان. زینه سامانیان چرا که گفتن 7 سمت وجود دارد، لیکن هر یک مؤسسه میتواند سمت رو خودش انتخاب کند. دارای 5 سمت بودن در زینه اختران، 7 سمت بودن در زینه وارثان سامانیان و 7 سمت در زینه سامانیان، این معنای اون رو ندارد که مؤسسه با تمام این سمت ها باید کار و فعالیت کند. یعنی شروع سازمان طلبگی وابسته به مکان جایگیر شوی مؤسسه، دانش خواننده ها، عقل و ذکاوت اونها می توانند سمت خود را انتخاب کنند و از روی این سمت در مؤسسه فعالیت کنند. وقتی اونه که ما زینه سامانیان میگیم و صنف های بالایی رو در نظر داریم، صنف های بالایی اساسی شروع سازمان طلبگی مکتب رو تشکیل میکنند، صنف های بالایی و آنها همچون راهبر با دیگر زینه ها راهبری میکنن و کار مؤسسه رو براه میمونن. تشکر، سلامت باشید. با حساب میونه هر سال چند نفر اعضای سازمان طلبگی میشوند؟ با حسابات آماری امروزه در جمهوری تاجیکستان از 1,784,367 خواننده امروز در تاجیکستان ما هم 1,324,145 اعضا داریم که امروز با حسابات آماری تا امروز همساله در جمهوری تاجیکستان تقریبا 65,000 تا 70,000 خوانندگان فعالی که در مؤسسه خود بابه های خوب و علو میخوانند و در چهارمین های مؤسسه فعالان اشتراک میکنند به صف سازمان قبول کرده میشوند. امور پایتخت تغییر یابنده است چون که در یک چیز ما قید نکردیم که
خودی همین تشکیلات یعنی که سازمانی طلبگان جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سومانی تشکیلات جمعیتی خوانندگان و مکتب بچگان به حساب رفته و این تشکیلات در اساس قرار مشاوره وزارت معارف جمهوری تاجیکستان تحت رقم 215 سال 1999 نظامنامه آن تصدیق شد و رسما تشکیلات 26 فوریه سال 2000 به فعالیت آغاز کرد و امروز ببینید که در سراسر جمهوری تاجیکستان روزی 26 فوریه همچون روزی تاسیس یابی سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان به نام اسماعیل سومانی در تمام نمودی مؤسسه تعلیمی جمهوری جشن گرفته می شود و در شهر دوشنبه طبق آماری که به حالت ماه 1 سپتامبر سال 2016 در دست داریم شماره تعلیم گیرندگان در همه نمودی مؤسسه تعلیمی پایتخت امسال به 180878 نفر رسید و سنه 26 فوریه در عرفه جشنگیری 16 سالگی تاسیسیابی سازمان طلبگان شهر دوشنبه به نام اسماعیل سومانی رسما 6500 نفر تعلیم گیرنده در این روز در هر چهار ناحیه پایتخت به صف زینه های سازمان طلبگان پذیرفته شدند، یعنی که در مجلس های تنتنوی مؤسسه تعلیمی و امروز شماره عمومی اعضای زینه های سازمان طلبگان شهر دوشنبه به نام اسماعیل سومانی به 135874 نفر رسیده است. اینجا می خواهیم که موردی انمون رمزهای سازمان صحبت نماییم. گردنبنده که امروز مثلا اشتراکچانی برنامه ما دارن، اینها با زینه وارثانی سومانیون هستند. اون رمزهای دیگری که دارد سازمان در زینه اخترون نشان سر سینگی تصدیق شدگی است که اون رو خواننده های صنف 1 و 4 با بر میکنن و با این فرق میکنن. زینه وارثانی سومانیون گردنبندی با نشان پرچم جمهوری تاجیکستان تصدیق شدگی است و خواننده های صنف 5 و 9 این گردنبند رو در بر میکنند. در زینه سومونیون خواننده های بالایی گردنبند سیاه یا اینکه سرخی که با عکس پرچم جمهوری تاجیکستان است با بر میکنند، لیکن این در زینه سومونیون قبول شدگی نیست. تو این سبب در چیست که موافق نظام نامه همین معین نشده است؟ دو نمود گردنبند در دستور توصیوی در سال 2014 قید شده است، اما متاسفانه در نظام نامه سازمان طلبگی این چیز درش نشده بود. ما این رو در تغییرات نو حلقه وارد کردیم که یک نشانی سر سینگی برای زینه اخترانی سازمان طلبگی جمهوری تاجیکستان و بر زینه دیوم باشد گردنبند یکم با سکونجا از متای پرچم جمهوری تاجیکستان و در زینه سومونیون باشد ما همون گردنبند های مقرره که امروز تمامی شهروندان در بر میکنند، اینا با رنگ سیاه دخته شده است. در قسم بالای آن پرچم تاجیکستان است و در قسم پایانی آن باشد نشان تاجیکستان گذاشته شده است. این در همین ماه های نزدیک و در عرفه 19 سالگرد وحدت ملی و در جشنگیری 25 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان این کاری خیر و انجام رسونده می شود. سلامت باشید، تشکر زیاد. انمون نشانی سر سینگی یا اینکه گردنبندها در دو شکل در مؤسسه تعلیمی حتمی است، باید که خوانندگان در مؤسسه تعلیمی باید همین چیز رو در روند درس داشته باشند یا اینکه نه؟ در نظامنامه در دفترچه‌ای که سوگی که سال 2013 با قرار مشاوره وزارت معارف امضا شده است و به چاپ می رسید و مؤسسه تعلیمی هم حتی دسترس شده است که گردنبندها بیشتر در روزهای چوربینی ها در و در روزهای درسی هر یک خواننده می تواند آزادانه بیشتر در مؤسسه این چیز رو ببر کند، زیرا اصلا هر یک زینه برای خودش نشان خود رو دارد. مقصد همین پرچم، همین گردنبند افتخار از همین پرچم ملت تاجیک است. می‌گوییم که با دیدن انمون گردنبند معین کنیم که خواننده در کدام زینه اعضا است، کدام عضو، کدام زینه سازمان طلبگی می باشد. سلامت باشید، تشکر زیاد. مسئله مذکور در شهر دوشنبه در کدام وضع قرار دارد؟ گفتیم که سازمان طلبگان این خود یک تشکیلات جمعیتی مکتب بچگان است و وقتی که این تشکیلات تشکیلات جمعیتی است، طبیعی است که تشکیلات مذکور در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف
و قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات علاوگی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودکان و نورسان فعالیت میکند و یک چیز باید فراموش نکنیم که هر یک حجت رسمی که قبول و تصدیق می شود این یعنی که همیشه شخص شده نمی ماند و با پیشرفت جامعه با رشد و ترقی یافتن جامعه در آن تغییر و ایلوه ها حتما وارد کرده می شود و منظور من همین است که نظامنامه سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان امروز یک شرایط فراهم آمده است که به آن نیز یعنی که تغییر و ایلوه ها وارد کرده شود و چی طوره که معلم قید کردند یک کمیسیای با نفوذ علاقه تاسیس یافته بود یک چند ماه پیش و لایحه نوی نظامنامه این تشکیلات مکتب بچگان تهیه کرده شد و در دست بررسی است و طبق طلبات های نظامنامه هر یک اعضای سازمان طلبگان وظیفه‌دار و عهده‌دار است که هنگامی وارد شدن به مؤسسه تعلیمی طبق طلبات های نظامنامه یعنی که همون نشانی سر سینگی که وابستگی دارد به زینه اختران یا این گردنبند که از متای پرچم جمهوری تاجیکستان آماده کرده شده است و تعلق دارد به زینه دویم سازمان یعنی وارثان سامانیان حتما باید در بر کرده باشد و یک خواهش دیگر همین است که هر یک اعضای سازمان وظیفه دار و عهده دار هستند که یعنی که همین نشانه هستی و چیزی که واقعا برای اعضای همین زینه بودن شخصیتی همین کودک را معاین میکند باید همیشه در حالتی تازه باشد در حالتی یعنی که کارشایمی باشد و در شهر دوشنبه تامینات رمز و اتریبوت ها هم در حجره های سازمان طلبگان که در همه مؤسسه های تعلیمی پایتخت هست و فعالیت میکند علاقه با رمز و اتریبوت هایی که تا امروز موجود بود و تا حال مورد استفاده قرار دارد تامین شده است از جمله خودی همون 135874 نفری که گفتیم امروز در شهر دوشنبه اعضای زینه های سازمان هستند با نشان های سر سینگی و گردنبند سازمان تامین شدند و باقی در ببر کردن و یا نکردن آنها یعنی که از رهبریت مؤسسه تعلیمی از جمله معاونان دایرکتور به کارهای تربیوی رهبری سازمان طلبگان مؤسسه تعلیمی و رئیس دسته سازمان طلبگان مؤسسه تعلیمی وابستگی دارد. سلامت باشید. تشکر زیاد مهمانان گرامی بینندگان عزیز. اینجا سوژه آماده پخش است. با تماشای آن صحبت را ادامه می‌دهیم. امروزها سازمان طلبگی به نام اسماعیل سامونی باید در مؤسسه های تعلیمی در سه زینه اختران وارثان سامونیان و سامونیان عمل نماید. جهت پیگیری مسئله مذکور گروه جدی برنامه از تعلیم گاه ها دیدن نمود. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم دهم ناحیه اسماعیل سامونی سیمخانه مخصوص برای سازمان تاسیس یافته است و شرایط ضروری مهیا. مواد های تعلیمی و متدی وابسته به زینه سازمان و ایونیت فراهم آورده شده. معلومات ضروری وابسته به سمت و بندهای علاقه نظامنامه سازمان گرد آورده شده است. لیکن از سیمخانه ها دیدن نمودیم. از رمز و نشانه های سازمان درک نیست و خوانندگان معلومات ضروری ندارند. از جمله طالب علمان صنف های دهم و یازدهم نمیدونند که اعضای کدام زینه اند و هر یک زینه چند سمت دارد. حتی در یک مؤسسه تعلیمی گردنبند مخصوصی که باید خوانندگان در این زینه به برنمایند یافت نگردید. سازمان ما وارثان سامانیان است. شعار ما دائما تیار، صلح، وحدت و ما باید در وقت گاوسکای خود را با یعنی که با طرز سکونجا در رمزی پرچم با رنگ های سرخ، سفید، سبز است چنین باید بندیم. برای چی نمی‌بندید در مؤسسه تعلیمی شما؟ می بندم و لیک چی شده است که یعنی دو روز سه روز همه برای صورت باشد برای چی باشد همه گاز های ناموفق را بستن. زینه ای که شما مثلا از دل وارثان سامانیان چند سم دارد؟ سه سم. کدام آیادم برام ات خیلی سه هفته شد که دو سه هفته شد فراموش کردید بستنه؟ ها باش کرد بست.
امی زینه‌ای که شما هستید چند سمت داره؟ چند سمت رو در بر میگیره زینه سامانیان؟ سه. کدام ها؟ وارسان، اختران، اسماعیل سامان. از اونه که رئیسی سازمان طلبگی مؤسسه رو دریافت نکردیم، از فهماندهی صحبت نمودیم و کلیدی بحث سری درسای تربیوی رفت. رهبری صنف 11 ای تعلیمگاه نامبرده منوره سلیموا چنین گفت: یک خودی مکتب از ایده همه اون برامده نمیتوند، چونکه اون مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند که از 2 آگوست سال 2011 عمل میکند، نه همه پدر و مادر رو به این قانون رعایت میکنند و مثلا به مسئولیتی خودشون رو یعنی نگاه یعنی نشون میدن. اگر مثلا پدر و مادر اون وظیفه های جونی که در اونها وجود دارد اگر اجرا میکرد، البته همه طلبگان با اون مثلا فرم مکتبی که لازم است با اون البته به مکتب هم طرف حاضر میشدن، هم نگاه میکرد، هم نمودی ظاهریش، هم موی سرش، هم مثلا بستنی گالسوکه، این البته پیش از همه از خونه خواننده میبرد و بعد از اون به مکتب ورود میشد. جهت تحلیل عمیق راه پیش گرفتیم با مؤسسه تسلیت میانه عمومی رقم 51 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. روبرو شدیم باز با چنین احوال. با وارد شدن به صنف همگی دو خواننده گردنبند مخصوصی سازمان را به خود داشت و کمی معلومات، دیگر همه سرسری از فعالیت سازمان با خبر. نفرایی که اعضای این سازمان هستند باید حتمی است اونها باید گالسوکای مخصوصی زینه خود را داشته باشند. هر یک زینه در صنف های پنجم تا صنف های ششم مخصوص نشان های خود را دارند، اونها قریب همه اونها می بندند. در بست دویم باشد، در بست یکم باشد کم به نظر می رسد، چون اونها سن سالشون باز کلانتر است، اونها هم قریب همه اونها در این صف سازمان طلبگی از اون نیستند. 318 نفرشون از اون سازمان هستند. در مؤسسه ها صنفخانه مخصوص برای فعالیت درست سازمان طلبگی جدا گردیده است. اگر ترتیب و نظام موافق نظامنامه سازمان طلبگی عمل نماید، شکل ظاهری خواننده به ترتیب آورده شده باشد، پس در آنجا دانش نیز به نظر می رسد. مرحبا، اندیشه شما در زمینه سوژه نوبتی. کار سازمان طلبگی به نهایت مشکل است. در این کار، در این سمت کار کردن در کار، در این سمت اول متخصص رو تیار کردن در کار است. یگان مؤسسه عالی رهبر سازمان طلبگی تیار نمیکند. رهبر سازمان طلبگی شدن این یک خودش استعداد است. وقتی اون که آموزگار یعنی همون شخصی رو که ما با وظیفه رهبر سازمان طلبگی مؤسسه تعیین می‌نماییم، او قابلیت کار کردن داشته باشد، اون در مکتب فعالیت میکند. نشانه هایی که در سمت ها هستند، یعنی همون گردنبندی که ما میگویم، برای خواننده ها جدا نمودن در خود مؤسسه این ضروری است، زیرا ما می توانیم فهمیم که خواننده در کدام سمت یعنی در کدام زینه فعالیت کرده استوده است. مانعه هایی که امروز وجود دارد در تأمین رمز و اتریبوت های سازمان و همون نشان های سر سینگی و گردنبند سازمان، این واقعا یک مشکلات تنها شهر دوشنبه نه، قریب که در تمام جمهوری این مشکلی هست. شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان است و فکر میکنم که بچه ها اون تعلیم گیرندگان و خوانندگانی که در مؤسسه تعلیمی پایتخت فعالیت میکنند خواه نخواه باید پیش صف باشند، هم از جهت سر و لباس، هم از جهت دانش و سواد آموزی، چون که امکانیت و شرایط های پایتخت زیادتر است. و اینجا گپ درباره اون میرود که اکثریت خوانندگان گالستوکی سازمانی و نشونی سر سینگی نداشتند. این چیز ما هیچ وقت نمی پوشیم، یعنی که ما قبول داریم همین ایرادها رو و با اون خاطر است که تا امروز تأمیناتی همین چیزها، یعنی که گردنبند سازمان، نشونی سر سینگی و دیگر رمز و اتریبوت هایی که وابستگی دارد به خود سازمان طلبگان، یعنی که تأمینات آن
از جانب بعض صاحبکاران براه مانده شده است و این چیز از تمامی از طرف ساختارهای یعنی که وکالتدار تامینی آنها از جانب این ساختارها براه مانده نشده است و از جانب بعض صاحبکاران براه مانده شده است که آنها این چیزها را دسترس میکنند و پیشکش مؤسسه تعلیمی میکنند و هر نرخنامه‌ای که برای آنها موافق باشد با مؤسسه تعلیمی این چیزها را تامین میکنند. و امروز میدونیم که در شهر دوشنبه یعنی که نقطه های سودا زیاد است و همین اکثر خوانندگان با رهبری یعنی که رهبریت مؤسسه تعلیمی خود از بیشتر از بازارهای پایتخت به خصوص در بازار کاروان اگر گویم هست همین چیزها دسترس میکنند. اکثریت آنها از مرکز سودای عالم کتاب که در مرکز شهر جایگیر است بعضی همین اکثریت خوانندگان از اینجا دسترس میکنند. یعنی که تو امروز یگان نقطه معینی که همین چیزها را تامین کند وجود ندارد. بینندگان گرامی برنامه فکری شما است، اندیشه بعدی را میشنویم. مرحمت. خط خوانندگان هستند در گیمنازیا و لیسیو گوناگون که این نشانه سازمان طلبگی را برنامه کنند. اما من همچون رئیس سازمان طلبگی گیمنازیا رقم 2 برای خوانندگان بلایقت شهر دوشنبه خیلی خرسند از آنم که در گیمنازیا ما به این کمبودی دوچار کم شویم و خوانندگان توزینه وارسانی سامانیو یعنی توسینفوی نو این رمز را ببر می نمویند. اما خوانندگان سنفوی 10 و 11 هستند که ببر نمی نمویند. اما از طرف دیرکتر گیمنازیا و رهبریت گیمنازیا اینچنین رهبران سنفوی این نظارتی سخت کرده می شود. سلامت باشید. ارزش یک گردنبند چقدر است؟ چقدر خریدید شما نام گردنبند که امروز استفاده کرده استفاده؟ اساسا از بازارها خریدار می نماییم گردنبندمون رو و در نرخ 3 سومونی ما خریدار می نماییم. سلامت باشید، تشکر زیاد. در سوژه معلمه گفتند که وابسته به همین باید با پدر و مادر کار کنند. در نظامنامه سازمان هم مورد قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند درج شدگی است. سر این مسئله شما چی گفتنی هستید؟ تا امروز هم مثلا والدین پدر و مادران همکاری ندارن در سمت تعلیم و تربیت فرزندان خود؟ پدر و مادران سهم خود را در تعلیم و تربیت فرزند میگذارند. شما موافق هستید با اندیشه معلمه؟ با اندیشه معلمه راضی هستم از کمه. با کدام خاطر پدر و مادر وقتی اونه که فرزند را به مکتب روان میکنند اونها باید با سر و لباس فرزند خود اهمیتی هستند. لیکن ندانستن سوال های عادیه که به خواننده ها داده شده آنها نمیدونند که در کدام سمت هستند، در کدام زینه هستند. این گناه پدر و مادر نیست، این گناه رهبری سازمان طلبگی است، گناه رهبری صنف است که با خواننده مفهوم و مندرجه سازمان طلبگان را فهماندگی نیست. اینجا در پدر و مادر را گناهگار کردن لازم نیست، خواننده خودش باید داند. وقتی اونه که ما بازینه های سازمان طلبگان قبول میکنیم خواننده های فعال رو، خواننده های فعال رو قبول میکنیم و آنها باید که باید اون مفهوم مندرجه که در سازمان طلبگان است آنها باید با دیگر خواننده ها با همسینفون خود، هماسلقان خود، همسالان خود باید آنها رو رسونند. لیکن متاسفانه نبودن متخصصان صاحب اختصاص که آنها کار رهبر سازمان طلبگان را با پرگی درج کنند و به خواننده ها رسانند به نهایت کم است. و اون سوژه‌ای که شما آماده کردید از دو مؤسسه شهر دوشنبه، من فکر میکنم که این معنی رو ندارد که در دیگر مؤسسه ها فعالیت سازمان طلبگان براه مانده نشده است. با این من همچون رئیس سازمان طلبگی نویه هیچ مورد راضی شده نمیتوانم، زیرا هست مؤسسه های فعال هستند، مؤسسه هستند که در اونجا کار سازمان طلبگان خیلی خوب برآمده شده است. شما میتوانید از همین منبر بلند اندیشه که در ناحیه اسماعیلی سامانی چند مؤسسه تعلیمی است در همین سمت چند تایون موفق هستند؟ گیمنازیا رقم 53
گیمنازیا رقم 9، مؤسسه تسلط میمون رقم 70، مکتب 1. مکتب ها بسیار هستن. تشکر، سلامت باشید. فرقی سازمانی طلبگی که امروز مثلا ما از روی آن فعالیت میکنیم در مؤسسه تعلیمی از تشکیلات های پیشتره به مثل کمسمول و پیونیر در چی است؟ در دوره اتحاد شوروی پیونیر بود و کمسمول بود. پس از صنفی 9 و 10 اون باید به کمسمول داخل میشد و اونجا ما بهترین رو انتخاب میکردن. و سازمان طلبگی این زوده دوره استقلالیت جمهوری تاجیکستان است. ما باید کار کنیم در این سمت، باید طرز کار رو برامونیم که خوانندگان وقتی که به زینه سازمان طلبگان قبول میشوند اونها باید اول افتخار کنند. بله. افتخار از اون کنند که اونها در چنین سازمان بانفوزی هستند که با نام اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سومانی است. و این رو ما باید به تمام خواننده ها رسونیم. این وابستگی دارد از ما، از کلونا و اون متخصصانی که ما با کار قبول میکنیم. تشکر زیاد. اینجا معلم کم پیشتر گفتند که باید هر یک نفری که مثلا اعضای سازمان است افتخار کند. ما نمیتونیم که امروز مثلا به شماره اهمیت ندهیم و صفت را طلب کنیم و جای 10 نفر 5 نفر رو اعضای سازمان کنیم، نقش و موقع و مرام یعنی سازمان زیادتر گردد، نفوذ خودش را پیدا کند. در نظام نما اومده است، در دستورهای توصیوی هم هست که ما در یک صنف خونه وقتی که از شماره 25 نفر است ما نمیتونیم همه وی را اعضای سازمان طلبگی کنیم، اعضای همون زینه کنیم. ما باید در بین همون 25 نفر شخص و مثلا خواننده ای که با باهای خوب و علامه خواند و رفتاری نمونه دارد و حسی و تندوستی بیش از همه باید کودک رو ما در زینه، در زمیر کودک همه چیز رو تربیه کنیم که کودک وقتی که اعضا می شود باید بیند که در دستی وای چی است و رو با کدام معرفت نگاه می کند و کدام جامعه روی وای روانه شده است. امروز در جمهوری تاجیکستان همین اصول و همین راه مونده شده است که در هر یک مؤسسه روبروی رئیسان شوراهای ناحیوی از مؤسسه روبروی سازمان طلبگی مؤسسه همین گونه از خوانندگانی که با های اعلی می خوانند و دانش خوب دارند در چوربینی های فرهنگی جمعیتی اشتراک میکنند، همونها رو به صف سازمان قبول میکنند. سلامت باشید. اینجا میخواستیم کمی روشنی میانداختید مورد مضمون و محتوا و قبول سرود سازمان. وقتی که تشکیلات جمعیتی نظام نامه خود را دارد و او از قید دولتی گذشته است، حتما باید او پرچم داشته باشد. بله. نشان داشته باشد، سرود داشته باشد و سرود سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان که در اساس متن نوزیرجان باهری نوشته شده است و در آهنگساز او شرافالدین سیفالدینوف است و این سرود کل اعضایان سازمان است و این سرود در کدام موردها استفاده برده می شود. ببینید که همه ساله 26 فوریه گفتیم همچون روز تاسیسی سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود و در این روز در هنگام گذراندن مجلس های تنتنوی، هنگام گذراندن جلسه های سیار شورا، هنگام گذراندن دیگر چوربینی هایی که وابسته به سازمان طلبگان تعلق دارد، پیش از همه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد و بعدا سرود سازمان طلبگان جمهوری تاجیکستان یعنی دنیای ملت صدا می دهد. یعنی که این رمز هستی همین تشکیلات جمعیتی مکتب بچگان است. از سببی که امروز خود سازمان طلبگی یک تغییرات رو طلب می کند، یک چیزی که امروز با کودک یعنی که خانه کودک رو خانه کرده میتوند طلب میکند، ما خواستیم که با روزیگی خیلی مؤلف همین متن شعر دنیای ملت استاد نوزیرجان باهری دعوت شدیم و در اینجا چند چند عباره و چند کلمه ها هم حتی در عرفه تغییر یابی هم و تغییر هم یافتند با روزیگی خیلی استادم. در کوپلت سیام در اینجا اومده است که عمری حیاتم مرگ مموتم. ما در موافقه با خود مؤلف متن شعر دنیای ملت استاد نوزیرجان باهری مرگ مموتم که خود با مفهوم نیست کننده یعنی ضد نیستی است، کمکک در اینجا مفهوم یعنی که خود معنی کلمه مرکب تر است و استاد در اینجا با ضد مموتم
یعنی در اونجا اومگی بود مرگی مموتیم، یعنی مرگی مموتیم نیست کننده مموت است. امروز که خواننده کلمه ساده فهم رو با خود قبول میکند، همین کلمه رو گرفتیم زیدی مموتیم. و در اینجا جو نظر است که زیدی مموتیم، زیدی مموتیم، عمری حیاتیم زیدی مموتیم. و در بعد از نقرات در کوپلت پنجم هم اومده است که رسم نیاگان فرض است بر ما، آداب و دانش قرض است بر ما. ما در رسم نیاگان آورده شد رسم نیاگان قرض است بر ما، آداب و دانش فرض است بر ما. فقط همین جاها رو در دو طرف کوپلت عوض کرده شد. امروز در همکاری امیربیگ موسویف، در همکاری با همین شخصیت میخوایم که همین آهنگ همون ساخت است، اما تنها آهنگ رو در ضربی بلندتر باید برامونیم. سلامت باشید، تشکر زیاد. خوانندگان عزیز، شما اینجا لحظه از انمون اعضای همین سازمان شدن خود رو باید آورده میتونید. وقتی که ما به زینه والیسیون سومانی داخل شده بودیم، افسران ما رو به این زینه قبول در نزد ما بودن و قبول نموده بودن. هنگامی به صف زینه های سازمان پذیرفتن خوانندگان، گفتیم که در مجلس های تنتنوی و عید و جشن های دولتی که وابسته به صحنه های تاریخی برگزار کرده می شود، چی در حدود مؤسسه تعلیمی، چی در حدود ناحیه، چی در حدود شهر، خوانندگان با قرائت کردن متن قول تنتنوی، یعنی که سوگندی که به صف زینه سازمان طلبگان پذیرفته می شوند، با قرائت کردن همین سوگند اعضای سازمان، یعنی که به اعضای سازمان قبول کرده می شوند. و در همین لحظه های خاطرمان از جانب سابقه‌داران ساحه و دیگر مهمانان که در این چورابینی ها اشتراک دارند، رهبریت مؤسسه های تعلیمی، شعبه های معارف با این خوانندگان گردنبند اعضای پوشانیده می شود. تا کدام اندازه تشکیل و برای ماندن سازمان در زمان کنونی در مؤسسه های تعلیمی ضرور است و نقشه منبعده وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن در مملکت مرحبا. امروز پیش از همه برای بلند برداشتن حیثیت وطن دوستی و خودشناسی ملی کودک، خودی سازمان برای خودی اداره، اداره برای تیار نمودن کودک و مقامات های بالایی حکومت جمهوری تاجیکستان، امروز خودی سازمان در داخل یک مؤسسه خود یک ساختار است که کودک مستقلانه با رهبری خود و با زیر ساختاری خود که شورا، رئیس شورا دارند، رهبری دسته دارند. و از روی سمتای گفتیم همین هفت سمتی که در وارثان سامانیان، هفت سمتی که در زینه سامانیان است، اینا هر کدام برای خود رهبرانی با سمت ها دارند. این هم یک راهی حجت برای خود، حجت گذاری است، نقشه است و اجرایش نقشه است، طلبات حسابات های آموری است. هر یک امین کودک رو اصلا در روی آماده نمودن کودک برای فعالیت منبعده در ساختارهای دولت و در ساختارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، با این وسیله بیدار نمودن حس خودشناسی و خودآگاهی همون کودکان باشد. یعنی که این کار جمعیتی است که ما از خردیان هم نسل نبرس رو راهنمایی میکنیم تا اینکه در آینده دانش آموزان، علم آموزان و دانشگاه داخل شوند، معلومات عالی گیرند و بعدا زندگی را دوام دهند. مهمانان گرامی، تشکر زیاد برای ابراز اندیشه و شرکت در برنامه تحلیلی فکری شما. بینندگان عزیز، تحلیل موضوع مذکور از جانب متخصصان و خوانندگان صورت گرفت. خاطری قبول از جانب شماست. شما پیگیری ما باشید، ما پیگیری موضوع های روز. خیر، تا برنامه دیگر، سربلند و خوانا باشید.